بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان. امروز مسئله رضا پهلوی به عنوان پادشاه ایران و اگر خائنینی که بی‌طرفی ارتش را اعلان کردند و اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرفای شما و طرفای ما راه میرند، اگر اینها نبودند و این جریان ادامه پیدا میکرد، آخوند، گروه آخوند به طور کلی پشت میز مینشست و با دولتی که اون نقاط ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت مینشست به صحبت کردند. اولا که من مهاجرت نکرد، من با کلمه مهاجرت برای کاری که انجام دادم توافقی ندارم، من مهاجر نیستم، برای اینکه نه به میل خودم اومدم نه در آرزوی آمدن به خارج از ایران بودم و چون به اجبار اومدم به نام این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت، فرار کرد. با درود، در آستانه سال نو میلادی هستیم و شما یک بار دیگر نظاره‌گر برنامه کوچ ایرانیان می باشید. همانطور که کاملا واقفید، کوچ و مهاجرت بزرگ ایرانیان صرفا به دلیل وقوع انقلاب در کشور ما صورت گرفته و برنامه ای را که ملاحظه می کنید به پیامدهای این جا به جای بزرگ جامعه ایرانی می پردازد. به باور من دلایلی که باعث این جا به جایی یا کوچ گردیده از خود مهاجرت با اهمیت تر است. دلیل ساده‌اش هم این است که پس از گذشت 34 سال هنوز و همواره دلایل این نابسامانی مورد بحث محافل مختلف و اندیشمندان ایرانی و بین‌المللی است. به هر حال ما در برنامه اختصاصی کوچه ایرانیان به علت فرارسیدن 35مین سال وقوع انقلاب در کشورمان برای چند هفته آینده به این مهم خواهیم پرداخت. لازم به یادآوری است که 16 دی ماه مصادف است با آغاز نخست وزیری زنده یاد دکتر شاپور بختیار، نخست وزیری که فقط عمری 37 روزه داشت و به باور من با ورود خمینی به ایران و آغاز فتنه ای که در سر داشت یک شانس بسیار بزرگ تاریخی را ملت ایران در راه به دست آوردن به دموکراسی و ترقی از دست داد. حالا چقدر زمان میبرد تا دوباره چنین موقعیتی نصیب ما بشود خدا که چه عرض کنم هیچ کس نمی داند. تازه ما در آستانه 35 سال این دگرگونی خوب می دانیم که این دوران چه کشته ها و بدبختی هایی را به همراه داشته است. نما متاسفانه امروز به پایان آن هم نزدیک نشده ایم. به همین دلیل است که ما فرصت داریم به مسائل کوچ ایرانیان بپردازیم. اما آغاز نخست وزیر دکتر بختیار در 35 سال پیش خیلی نوید بخش بود. من از دیدگاه خودم میگویم دیدن نخست وزیر دموکرات و به معنی لغت مردمی که دست نشانده حکومت نبود خیلی امید بخش مینمود. ولی متاسفانه نیرنگ ملایان طالب ثروت و خون این فرصت را از ما گرفت. من طی 12 سالی که دکتر بختیار در پاریس سکونت داشت 8 با او ملاقات و مصاحبه داشتم، چندین بار شام را در منزل او میهمان بودم و از دیدگاه ایران دوستانه او بسیار بهره‌مند میشدم. بد نیست بدانید شاید که من تنها فردی بودم که همه ساله از آمریکا به ملاقات اپوزیسیون و اندیشمندان ایرانی مقیم اروپا میرفتم و البته برنامه تلویزیون من در آمریکا مخارج این مسافرت ها را تامین میکرد و من هر ساله با دستی پر از مصاحبه های اختصاصی به لس آنجلس باز می گشتم. یادتون باشد که در آن دوران برنامه های تلویزیونی ساتلایتی وجود نداشت
و ایرانیان قاره‌های مختلف کمتر از حال دیگران خبر داشتند. به هر حال جالب اینجاست که اکثر آنهایی که من در اروپا ملاقات و یا مصاحبه می‌کردم برای شخص بختیار بی اندازه احترام قائل بودند و خیلی ها سلام یا پیغام خودشان را از طریق من به دکتر بختیار می‌رساندند. البته ناگفته نماند که دفتر دکتر بختیار در پاریس مخارج زندگی عده زیادی از این فعالین خارج از کشور را تا موقعی که زنده بود تأمین می‌کرد. و اما اصولا کسانی که پیغام‌های جدی در آن دوران داشتند عبارت بودند از تیمسار مدنی، حسن نزی، محسن پزشکپور و حتی دکتر مصباح‌زاده که البته همه آنها دیگر در غیر حیات نیستند، ولی پیغام‌ها هم کمتر اهمیت استراتژیکی یا سیاسی داشت. اما به هر حال اکثرا تأمین ارتباط و ارادت آنها به دکتر بختیار بود. به هر حال هنوز امروز عده زیادی معتقدند که اگر دکتر بختیار در آن روز، در آن 37 روز با مخالفین و انقلابیون خیابانی با شدت عمل رفتار کرده بود، احیانا فرصت پیدا میکرد که دولت و حکومت خودش را پا بر جا نگه دارد. یکی از سوالهای تاریخی که من با او مطرح کردم در همین ارتباط بود که اگر شما تاکنون ندیده اید احیانا برایتان جالب است. پیشاپیش گفته باشم که دکتر بختیار ستاره درخشانی بود در آسمان کم ستاره رجل سیاسی کشور ما و شاید تنها فردی که میتوانست از ایران کشوری دموکرات و ملتی آزاد و مترقی و سربلند در سطح جهانی بسازد. پس من آخرین سوال خودم رو مطرح میکنم آقای دکتر بختیار، و اون اینی که در نظر بگیرید که زمان برگرده به سال 57، یعنی همون دورانی که شما نخست وزیر بودید در ایران و خمینی قصد بازگشت داشت. اگر این دوباره تکرار بشه، سوال من اینه که آیا شما دوباره همون اعمال دموکراتیک رو انجام میدید که اون زمان انجام دادید یا اینکه کار دیگه خواهید کرد؟ من معتقد هستم که آدم فرصت طلب و اپورتونیست با آدم اصولی همین فرق داره. یک اصولی است که باید در ایران پیاده بشه و اون دموکراسی است. نداشتن دموکراسی مردم را وادار کرد که به یه شیادی مثل خمینی گوش بدهند. اگر به من هم فرصت داده بودند، به ما فرصت داده بودند، به مردم ایران آزادی حداقل داده بودند، کسی گوش به خمینی فران نمیداد. مردم ایران به حساب نیامدن، یعنی رأی ملت، حتی الیت ملت، برگزیدگان ملت به حساب نمی آمد. از این جهت من با علم و اطلاع این که روزهای اول بسیار دشوار خواهد بود و خشونت شاید متاسفانه لازم باشه، ایران تکرار میکنم متاسفانه، ولی از همان روز اول باید قدم‌های در جهت دموکراسی، یعنی شرکت دادن مردم در اداره مملکت داده بشه. هر کس این کار را عملاً، نمی‌خوام بگم اشخاصی که جنایتکار بودند در ایران و حالا همه سوسیال دموکرات شدند در خیابان شانزلیزه یا در هایت پارک لندن یا در همون طرفای لس آنجلس شما که متاسفانه همه اشخاصی اونجا هستند ایرانیان دموکراتی نیستند، حتی ضد دموکراسی هم هستند. داریم. متاسفانه. در هر صورت اون چرا که بنده میخواستم عرض بکنم، اگر صد مرتبه من برگردم به ایران خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هرچی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز و از یک جا. و این را من دارم که از کجا شروع کنم. هیچ لزومی نداره که روز اول ما انتخابات آزاد سراسر ایران هم محال بیدم، بچه که نباید باشه، نه، ولی میشه دهات را آزاد گذاشت که کت خدا داشته باشن،
که سازمان امنیت نیاد بگه فرمودن ایشونن. حاج من جعفر یا حاج من باقر هر کی میخواد باشه باشه. به من و شما چه تأثیری داری که این باشه یا او باشه؟ بایستی به مردم آزادی بیان داد. اما باز آزادی کلاشینکوف خیر. آزادی کوکتل مولوتوف خیر. آزادی ساختن بمب خیر. آزادی بیان، آزادی تشکیلات سیاسی در چارچوب قانون. ولی این کارو باید کرد. و این عمل اگر نشه دوباره در اختفا است و همون بازیه که پیدا شد. یه دیگه که مأیوس شدند وقتی که این درها همه بسته شد و این بود توی اتاق پیچید، شما از پنجره هم خودتون بیرون میاندازید. پس معتقد بینیستید که اگر خلاف اون شما انجام داده بودید پیشگیری میشد از اینکه ملایان قدرت رو به دست بگیرن؟ من تعجب میکنم تمام دستگاه ایران، تمام فلج بود، تمام اعتصاب بود، تمام ارگانهای مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما. بعد از 7 سال فقط یه آدمی چهار کنم، شاید لغت رو نتوانم به آسانی بگم، دل به دریازنی ممکن بود یه همچین مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنه معاذ. و این رقم و عدد از همون روزنامه‌های تحت کنترل آخوندها هست. وقتی برای قانون اساسی ما شروع به تظاهرات کردیم، هفته اول 5000 نفر بودیم، آخر همون ماه 150000 نفر بودیم. و اگر خائنینی که بی‌طرفی ارتش را اعلان کردند و بش اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرفای شما و طرفای ما راه میرند، اگر اینها نبودند و این جریان ادامه پیدا میکرد، آخوند، گروه آخوند به طور کلی پشت میز مینشست و با دولتی که اون نقاط ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت مینشست به صحبت کردن. اون چرا که ملت ایران در مدت 25 سال خواسته بود و بهش ندادن، من شروع کردم و بهش دادم. دیگه این ایراد نیست. بنده هیچ قمارخانه را اداره نمی کردم که بعد بگم من بستم قمارخانه را. صریح و صدیق حرفی که 10 سال، 15 سال، 20 سال زده بودم باز تکرار کردم. و این عرض می کنم حضورتون که قدرت عظیمی که در یک آدم هست ایمان اون آدم. اگر شما ایمان داشتید به قول معروف کوه را بلند میکنید، ولی اگر ایمان نداشته باشید هیچ به درد نمیخوره این کار. امیدوارم که دوستان خارج از کشور ما اقلا حالا که در داخل نمیتوانیم با تلویزیون باشون صحبت بکنیم این را متوجه باشند که باز اگر من برگردم مسئله دموکراسی اولین کار و تنها راه نجات ملت ایرانه. به حساب آوردن ملت در اداره کردن ملت، این معنای دموکراسی و تحمل عقیده مخالف. خیلی دکتر بختیار، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانیان دادید. خیلی خیلی متشکرم که شما این فرصت رو به بنده دادید که با هموطنان دور چند دقیقه صحبت کنم. خواهش می‌کنم. یادش گرامی باد. و اما همانطور که قبلا اشاره کردم، در طی چند هفته آینده شما با دیدگاه عده‌ای از صاحب‌نظران ایرانی در ارتباط با وقوع این انقلاب ذلت‌بار آشنا خواهید شد. واقعیت هم این است که ایران آن زمان نیاز به اصلاح و تغییر داشت. در آن دوران به غیر از دانشجویان، روشنفکران یکی از گروه‌هایی بودند که در این راه قدم برمی‌داشتند. نویسندگان و استادان دانشگاهی هم خواستار دموکراتیزه کردن مملکت بودند. در اینجا باید اشاره کنم که علیرضا نوری‌زاده در تفسیر خودش به مناسبت فوت خمینی در برنامه تلویزیون ایرانیان با یک جمله حقیقت پنهان تاریخی را عرضه کرد. او گفت که فریاد 50 سال آزادی خواهی ملت ایران فرش زیر پای آقای خمینی شد و چه درست تشخیص داد. خانم ها آقایان، از شما دعوت میکنیم به مجموعه اخبار هفته گذشته ایران توجه فرمایید.
آیت الله روح الله خمینی درگذشت، مردی که 10 سال قبل پایه‌های حکومت پادشاهی را فروپاشید و به جایش رژیم جمهوری اسلامی را در ایران بنیاد نهاد، خود در اثر بیماری و پیری زندگی را بدرود گفت. او رفت و از خود میراثی از ابهام و آشفتگی بر جای نهاد. نه خبرگزاری جمهوری اسلامی و نه رادیو تهران هیچ کدام در گزارش این خبر به علت مرگ خمینی و یا زمان دقیق درگذشت او اشاره ای نکردند. با این حال ظاهرا مرگ او اندکی پیش از سحرگاه امروز به وقت تهران اتفاق افتاد. ساعاتی قبل از اعلام خبر مرگ او، رادیو تهران با قطع برنامه‌های عادی خود به نقل از آخرین بولتن‌های پزشکی گزارش داده بود که حال او رو به وخامت گذارده و از مردم خواست برای بهبودی او دعا کنند. پزشکان 12 روز قبل برای متوقف ساختن خونریزی در دستگاه گوارش او را مورد عمل جراحی قرار داده بودند. گزارش‌های رسیده حاکی است که آیت الله خمینی در روز گذشته به حمله قلبی دچار گردید که حالش را وخیم‌تر کرد. در ارتباط با مرگ روح الله خمینی توجه شما را به تفسیری از همکارمان دکتر علیرضا نوری‌زاده از لندن جلب می‌کنیم. 15 خرداد 1942 تنین صدایش برخاست و یک روز زودتر در 14 خرداد 1968 خاموشی ابدیش اعلام گردید. 9 سال پیش وقتی دچار حمله قلبی شد، میلیون ها تن هنوز صمیمانه آرزو میکردند که این مرد خدا به سلامت از مقابله با بیماری بیرون آید و دیشب میلیون ها تن به درگاه خداوند سپاس میگفتند که سرانجام سایه شوم آن که میتوانست روح خدا باشد اما در معامله با قدرت ایمان خیش را به ثمن بخسی فروخت از سر ایران کوتاه شده است. با همهمه و فریاد و هیجان آمد و در سکوت و تنهایی در حالی که نفرین هزاران مادر و پدر داغدار و بیوه های جوان شوی از کف داده و داغ اشک یتیمانی که او سایه پدر را از سرشان برداشته بود همراهش بودند، به آنجا رفت که با 7000 سالگان سر به سر می شوند. تاریخ بزرگترین دروازه‌اش را به روی او گشود، او تنگترین در را برای خروج برگزید و مردمانی را که مفتاح قلب خیش را به او داده بودند به آنجا کشاند که در مرگش جامه سرخ پوشند و به احتفال و شادی نشینند. تاریخ روش غریبی در رویارویی با تاریخ سازان دارد. به همه آنها در آغاز خوش آمد میگوید که ناشناسند و سپس با ذره‌بینی نامرئی به بازبینی لحظه به لحظه رفتار آنان میپردازد. اما در مقابله با خمینی تاریخ از همان آغاز به روی او آغوش گشود و او با شهرتی فراتر از شهرت بناپارت بر صفحاتش پا گذاشت و در 2-3 سال نخست هیچ یک از تاریخ نگاران حاضر نبودند که صفتی بجز صفات خدایی برای او قائل شوند. اما او که جامعه افدایی ملت و تاریخ را بر شانه خود سنگین می‌دانست، ترجیح داد پوستین کهنه همه دیکتاتورهای تاریخ را بپوشد و به جای آن که شمایش امید و زندگی در دلها برویاند عامل ایجاد رعب و نفرت شود. قلب او که هیچگاه معنای محبت را درک نکرد باز ایستاد و دهان او که به جز آن هیچی بزرگ که به گاه بازگشت به ملتی که مشتاقانه وعودش را انتظار میکشیدند نثار کرد، کلمه ای صادقانه ادا نکرد، برای همیشه از گفتن باز ماند. اما زندگی مردم ایران سرفصلی تازه را آغاز کرد. او پیام آور مرگ بود و سرانجام مرگش در رو بود و ایران به زندگی لبخند زد که اگرچه هنوز پرتوش در پشت عرقهای تیر پنهان است، اما میراثداران خمینی خود نیز میدانند که قادر نخواهند بود جلوی حرکت تاریخ را بگیرند. حالا احمد خمینی با محتشمی و ریشهری و رضاییش و رفسنجانی و خامنه‌ای و موسوی اردبیلی با عناوین ریاست مجلس و جمهوری و شورای عالی قضاییشان شمشیرها را تیز می کنند که روزهای رویارویی در پیش است و آن که به بیعتش ملتی دست دراز خواهد کرد بیشک در میان این جمع نخواهد بود. اطلاعات رسیده حاکی است که پس از اعلام مرگ خمینی که توسط گوینده رادیو تهران در بامداد امروز با اشک و آه انجام گردید، تمام خطوط تلفنی به خارج از کشور قطع و فرودگاه تهران نیز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. در ارتباط با اقدامات اپوزیسیون ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی گفتگویی داریم با دکتر شاپور بختیار که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. نمیتوانم عرض کنم که بعد از خمینی چه برنامه‌هایی ما میخوایم پیاده کنیم. معتقداتمون همون خواهد بود. از رفتن ایشون یک گشایشی بشه در ایران و مردم ایران که دیگه حالا ماهیت حکومت آخوندی را کاملا درک کردند
و توانستند که به اصطلاح فرنگی ها پولیتیزه بشند و به سیاست مخصوصا جوانان آشنایی بیشتری پیدا کنند، کمک به ما خواهند کرد و ما هم در صدد این هستیم که استفاده بکنیم از این جریان و تضادی که ما بین جناح‌های مختلف آخوند هست که کلن و جزئن قابل قبول برای ما نخواهد بود. اما امشب در لس آنجلس تظاهرات بسیار وسیع به وقوع پیوست که شاید برای اولین بار برای گروه‌های مختلف جالب بود. شما تنها نیستید. همه ایران شکلات پخش می‌کنند. به هم تبریک می‌گن. همه زنان، همه مردان، شمایی که از طریق رادیو دارید صدای منو گوش می‌کنید، من در مقابل هزاران ایرانی وطن پرست که به ندرت لباس سیاه در اونها میبینم، همگی اکثرا سرخ پوش و سفید پوش هستن، به علامت آن که این مردک رو نه به عنوان یک انسان که ما برای همه انسان ها ارزش قائلیم، به عنوان رهبر کثیف‌ترین جنایتکارترین رژیم عالم جهان میشناسم. Long live Iran! Long live Iran! سوسن در اینجاست و میخواد برای شما عنوان یک هموطن ترانه عشق بخواند. سوسن خیلی متشکرم، تبریک میگم به همتون، همتون میبوسم. یک آهنگی قبلا من توی فیلم خوندم، حالا براتون بدون البته ضرب و اینا نیست، آهنگم اگر شعرشو گوش کنین، شعرشو گوش کنین میبینید که شعر مال همین سقط شده است. خب نه یک دونه نه صد دونه بلکه هزار تا خار خریدار این دل عاشق روز را الله کلنگ و تیشه سنگ و زدم به شیشه تو شیشه دیو غم و شادی مال ما میشه الله کلنگ و تیشه سنگ و زدم به شیشه شادی مال ما میشه شادی مال ما میشه آدم زکار فردا هیچ وقت خبر نداره هر کس که خوش نباشه همیشه بد میاره الله کلنگ و تیشه سنگ و زدم به شیشه تو شیشه دیو غمان شادی مال ما میشه انشالله بقیه شادی رو در ایران میریم دور هم دیگه میبینیم یکی 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 پس از دیگری باید سقط نومور حجت الله نومور آفت الله نومور آفت الله اتحاد مبارزه پیروزی در حال حاضر تلویزیون های خارج تا نور هست میان
من وقتی لحن رو به زبان انگلیسی برمیگردونم مطمئن باشید که لزومی هست. فراموش نکنید آنجایی که راجب ایران هست با تمام قدرت نشون بدید. امروز حضور شما پشتیبانی است از تمام افراد ملی که اعلام کردند که ایران رو برای ایران میخوان نه برای شخص خودشون. امروز مسئله رضا پهلوی به عنوان پادشاه ایران خب امیدوارم با دیدن این تصاویر با جو لس آنجلس 25 سال پیش خوب آشنا شده باشید. البته طی این 25 سال فضا در این شهر تغییر پیدا کرده است. به حالا سرنوشت یکی از خانواده هایی که در راه کسب دموکراسی در ایران همیشه فعال بوده را میشنویم. خانواده دکتر علی اصغر حاسه جوادی. خود دکتر حاسه جوادی در برنامه چند هفته قبل از گریز خودش از ایران برای ما توضیح داد و امروز می نشینیم پای صحبت خانم کیان کاتوزیان، همسر حاسه جوادی. خانم کاتوزیان ضمن اینکه در ایران تدریس می کرد پا به پای همسرش نیز فعال بود. در خارج از کشور هم طی این 33 سال برای حفظ خانواده همیشه کار کرده و نقش با اهمیتی هم در پروراندن فرزندانش داشته. خانم حاسد جوادی در طی این سالها دو جلد کتاب به رشته تحریر درآورده. کتاب اول از سپیده تا شام نام دارد که به مسائل قبل از انقلاب می‌پردازد و کتاب دوم مصائب این کوچه اجباری را در بر می‌گیرد که بسیار آموزنده است. این کتاب از کجا تا ناکجا آباد نام دارد که معتقدم مسائل مهاجرت اجباری را به خوبی ترسیم کرده است. در قسمتی از این کتاب به دستخط اسلام کاظمیه نویسنده ایرانی پناه آورده به پاریس برمیخورید که در هنگام خودکشی نگاشته شده، یعنی دقایق قبل از خودکشی را تا آن ثانیه هایی که جان در بدن داشته و قلم بر روی کاغذ میغلطیده ترسیم کرده است. اسلام کاظمیه در نهایت فقر و نابسامانی ناشی از این غربت نشینی اقدام به خودکشی کرد. بله، از کجا تا ناکجا آباد. خانم کاتوزیان، من میدونم که شما 5-6 ماه بعد از مهاجرت آقای حاسه جوادی به فرانسه ایران رو ترک کردید. ممکن بفرمایید چه عواملی باعث شد که شما به خارج از کشور مهاجرت بکنید؟ اولا که من مهاجرت نکردم. من با کلمه مهاجرت برای کاری که انجام دادم توافقی ندارم. من مهاجر نیستم. برای اینکه نه به میل خودم اومدم نه در آرزوی آمدن به خارج از ایران بودم. و چون به اجبار اومدم به نام این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت. فرار کرد. برای اینکه من مجبور شدم در از 24 ساعت در خونمو ببندم. تمام زندگیم، هر چی که دارم، حتی تصدیق رانندگی و شناسنامه خودم و بچه‌هام، هر چی که بود همه رو بذارم در عرض 24 ساعت با یه دست لباس و یه چمدون کوچیک با اسب و پیاده از ایران خارج بشم. در نتیجه آره، شما اون روزی که این تصمیم گرفتید به هر حال یه عواملی قبل از این بوده، اونو بفهمید. عوامل قبلش وجود همسرم بود. یعنی من هیچ بعد از انقلاب با تمام مشکلاتی که برای ما پیش آمده بود و برای خانواده ما از لحاظ امنیتی، تهدیدهایی که می شدیم، فحشایی که می شنیدیم یا اینا، برای من اهمیتی نداشت. من به ذهنم نمی رسید که از ایران خارج بشم به هیچ وجه. ولی وقتی که مسئله امنیت جانی همسرم مورد بحث قرار گرفت بین خانواده و اینی که تهدید می شد و به عنوان مفسد فی الارض و محارب با خدا به دست آقایون این مقام رو گرفت، من فکر کردم که ما ناچاریم به خاطر اینکه به دست کسانی نیفتیم که این
آرزو رو برآورده کنیم براشون که همسر منو بکشن یا زندانی کنن یا مجبور کنن به این که در رادیو و تلویزیون اعتراف کنه به کاری که هرگز نکرده. و اینا تصمیم گرفتیم که البته اونم خیلی خیلی مشکل بود، ریز ریز که دوستا همه جمع شدن که باشن کم کم بریم. و بعد سال اوائل سال 60 بود که ایشون مجبور شد که هفته اردیبهشت شخص زندگی مخفی رو شروع کنه. من و دو دخترم تنها بودیم، از خونه رفتیم و این زندگی مخفی هم با ترس توأم بود، هم با مشکلات رفت آمدش، دیدنش، دیدن بچه ها و 15 روز دفعه دو تا سه تا تاکسی عوض کنیم بریم بیایم. اینا 6 ماه این کار طول کشید تا بالاخره خودش تصمیم گرفت به این که به اجبار از ایران خارج شه، برای این که مجاهدین فشار می آوردن که از ایران خارجش کنن. اینجا همه جا پر کردن که ما رو مجاهدین از ایران خارج کردن، مخارج خروج ما رو مجاهدین دادن در حالی که صحیح نبود. و ایشون یه شب از مخفیگاهش به من پیغام داد که 9 شب بود که پاشو بیا کار دارم. 2 آبان 60 من رفتم اونجا، گفت من مجبورم پس فردا از ایران برم، برای اینکه اینا من تنها ول نمی کنن و دوستانی از بازار اومدن از طرف آیت الله شریعت مداری، گفتن ایشون توصیه کردن که فلانی رو از ایران ببرید و من پس فردا میرم، تو برای من یه کیف کوچیک درست کن و بچه هارم فردا بیار که باشون خدافزی کنم. و خب وقتی که ایشون رفت دیگه زندگی ما اصلا از این رو به اون رو شد، یعنی منم خونه خودم نبودم، 11 ماه در به در بودم، بچه ها رو می بردم مدرسه می آوردم، شبا خونه خودمون نمی خوابیدیم. بعد بچه ها رو 2 ماه از مدرسه کشیدم بیرون، مخفیشون کردم. یه فکر کردم که خب وقتی که پدر رفته بچه ها هم باید برم، برای اینکه زندگی ما دیگه موندنش در ایران اصلا معنای نداشت و من خودم هم وحشت داشتم از دخترام، برای اینکه یه دختر 16 ساله بود، یه دختر 12 ساله که هر روز براشون خطری تولید نشه، ایجاد نشه. و بعد پدری که رفته و اینا بچه‌هایی که جرأت ندارن بگن اسم پدرمون چیه در مدرسه، از بچه‌ی من پرسیدن، همشاگردیش پرسیده بود تو کدوم کی اون هایست جوادی هستی که ریش داره لیبرال سازشکاره، بچه 12 ساله، گفته بود پسر عموی پدرم. گفته بود دیدیش؟ گفته بود نه فقط یه بار دیدمش. خب من دیدم زندگی دیگه در ایران به این صورت ادامه یافتنی نیست و من با تمام غمهای دنیا و با تمام اشکهای دنیا ایران رو ترک کردم. یعنی با سنگینی بار این مهاجرت، حالا من نمیدونم شاید خیلی هم مثل من نباشن، اونقدر عاطفی نباشن یا اونقدر وابسته نباشن، ولی این جدایی برای من بارش بی نهایت سنگین بود و منو به کلی خورد کرد. هیچ ذوقی، هیچ خوشحالی، حتی از اینکه بعد از 5 ماه دارم میام پیش همسرم و دارم میام پاریس و بچه هامو دارم میارم نداشتم. و من تمام راهو تا فرانسه با پیاده و با اسب و با همه چی گریه کردم. آمدن. بس ما ممنون خروج بودیم. ما طبیعتاً بودیم ممنون خروج. یعنی ما حق نداشتیم دیگه از ایران خارج شیم به اون صورت که، یعنی فکر کنیم پاسپورت که نداشتیم هیچ کدوممون. و اون قاچاقچی که شوهر من آورده بود 5 ماه بعد اومد عقب ما، من و بچه ها رو آورد. البته من به بچه ها خیلی دلداری میدادم، دلخوشی میدادم، میگفتم خب میریم همه جمع میشیم، خانواده جمع میشیم، ولی خودم دریای، واقعا دریای غم بودم بدون اغراق. البته الان 31 سال گذشته دارم این حرف رو میزنم، اگر 31 سال قبل میخواستم اینو به شما بگم بازم با گریه میگفتم. خانم آسیجا بود، بفرمایید که
فکر میکنید چه عواملی باید باعث بشه؟ چون میبینم عشق خیلی وافری به وطن دارید، چه عواملی باید باعث بشه که شما به ایران بازگردید؟ چه تغییر و تحولی باید پیش بیاد که شما میل داشته باشید به کشورتون بازگردید؟ من آقای لیمونادی تمام این 31 سال در دو جا زندگی کردم، یعنی جسم و جانم، در جسمم بیشتر اینجا بوده و جانم مخصوصا سالهای اول در وطنم بوده و هیچ عاملی غیر از اینی که وطن من آزاد شه، یعنی وطن من این بند از بیخ خرش و خرخرش باز شه و این بند نبا این رژیم و افرادی که در این رژیم بودن به هیچ وجه از نظر من باز نخواهد شد تا یه روزی، نمیدونم یه روزی چه اتفاقی بیفته، چه اتفاقی بیفته، چه طوفانی بشه که آزادی برگرده به اون مملکت. و من در اون شرایط ایران رو ترک کردم که اگر اون شرایط بهتر نشده باشه بدتر نشده باشه. دلیل اینه من عاشق رفتن به ایرانم، من سوختم در این سالها برای اینکه برم ولی نخواهم رفت. یعنی من این غرور تبعیدی بودن خودم رو حفظ میکنم. تبعید قانون داره، وقتی تو تبعیدی هستی یعنی که فرار کردی و در یه جای پناهنده هستی، بعد به این عمل احترام بذاری و من به این عمل، به این تبعید با تمام رنجی که میبرم احترام میذارم و هیچ علاقه ای ندارم که در شرایط حاضر برگردم به وطنم، هیچ گونه علاقه ای ندارم. ولی دلیل نمیشه که از عشقم نسبت به اون خاک کم شده باشه. فراغو میکشم و تحمل میکنم و هیچ خیال بازگشتم ندارم، البته به این سرزمینی که منو پناهندگی داد ممنونشم و بدهکارشم و خودمو مسئول میدونم که ازش تشکر کنم برای اینکه همه چی، هر چی که داشت به ما داد و این سرزمین برای من خیلی چیزا هم به ارمغان آورد. دوست دارم اینجا رو، دوست دارم، ولی دلیل نمیشه که عشقم از اونجا کمتر شده باشه. واسه پاس فراوان هستی. خیلی ممنون. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. تا هفته آینده. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.